استخدام معلم اخراجی قائم شهری در تیم فوتبال نساجی مازندران و بیانیه جنجالی که این باشگاه در حمایت از این معلم صادر کرد. با ما همراه باشید، این خبر رو بررسی میکنیم و بیانیه باشگاه را براتون میخونم. سلام، چطورید رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خوش اومدید. در روزهای اخیر انتشار اخباری مبنی بر اخراج یکی از معلمان زن مدرسه غیرانتفاعی در قائمشهر حسابی خبرساز شد. اونطوری که در فیلم‌های منتشر شده و وایرال شده مشخصه، تعدادی از دانش آموزان قائمشهری در حضور معلم خود با همخوانی ترانه گنگستر شهر آمل پرداخته بودند، که بعد خبر رسید که این معلم از کار برکنار شده و حتی عنوانم شده بودش که امتیاز این مدرسه غیر انتفاعی رو هم لغو کردن، که البته این اقدام با واکنش‌های متفاوتی از سمت مردم همراه بود. برخی این آهنگ و محتواش رو مناسب بچه‌ها نمی‌دونستن و از رفتار معلم ایراد کردن، ولی خب بیشتر افراد از کار خانم سفرزاده معلم این مدرسه حمایت کردن و از اون به عنوان شیوهی جالب برای علاقمند کردن بچه ها و درس حمایت کرده بودند. ولی خب در نهایت با ورود مدیر آموزش پرورش مازندران، این معلم از فعالیت آموزشی و فرهنگی در تمام مدارس منع شد و یه جورایی کلن اخراجش کردن. ولی اتفاق جالب تری که برای این معلم اتفاق افتاد بیانیه‌ای بود که باشگاه نساجی قائمشهر که توی لیگ برتر هم حضور داره بودش، که از این معلم دعوت به همکاری کرده بود و اون رو یه جورایی استخدام باشگاه کرده بود. توی متن این بیانیه اومده: ضمن تبریک عید مبعث، باشگاه نساجی در راستای وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی سرکار خانم سفرزاده، آموزگار قائمشهری که اخیراً به دلایلی مورد بیمهری قرار گرفت رو به استخدام باشگاه در میاره تا از توانایی بالایی که ایشون در امور فرهنگی داره بهره‌مند بشه. باشگاه نساجی متعلق به مردم قائمشهر و مازندران و همه نقاط ایرانه و وظیفه حمایت از مردم رو به دوش خودش میبینه و تا حد توان هم برای دستیابی به این هدف تلاش خودش رو ادامه میده. خب دوستان، این بودش بیانیه‌ای که باشگاه نساجی منتشر کرده. حتما نظرتون رو بر ما تو بخش کامنت راجع به این حرکت این معلم و کاری که باشگاه نساجی قائمشهر انجام داره تو بخش کامنت‌ها برامون بنویسید. به نظرتون دخالت باشگاه و استخدام این معلم کار درستی بوده؟ حتما نظراتتون رو بر ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس بر لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.